الان لباسات رو عوض کردی؟ ها؟ این که با قبلی هیچ فرقی نداره. یه مظفر زرگرنی واقعی هیچ وقت تغییر نمی کنه. اوه یادم نبود. بسیار خوب. قول مراد موافقی که تمرین کنیم؟ ها. بسیار خوب. تو الان فکر کن من فروغم و از من تقاضای ازدواج کن. ها. از من تقاضای ازدواج کن. مدت هاست دنبال فرصتی میگردم تا اون چیزی رو که توی دلم از تو بهت بگم عزیزم. میدونی نمیدونم کی و کجا و چطور عاشق و علاقه من به تو شدم. اصلا چه اهمیتی داره؟ میدونی؟ عشق موهبتیه که بی دلیل و بی استحقاق نصیب هر کسی نمیشه. آیا تو حاضری به رحمت این عشق و با نگاه عاشقانم آشیونمونو با هم بنا کنیم؟ عزیزم چی؟ مدت هاست دنبال نه نه دیگه. این حرفا رو تو چه یاد گرفتی؟ اینا رو تو سینما یه بازیگر بیمزه میگفت یاد گرفته. مال فیلم بوده ها؟ ها. خب اب نداره این همینا رو قول مراد به فروغ میگی. اینه کدوم ها؟ همینا که الان گفتی یا دیگه؟ کی گفته؟ تو همین الان همینا که گفتی و اینشو همینا که مال فیلم بود به فروغ میگی. قول مراد یادش رفتی. اب نداره یه بار دیگه از من تقاضای ازدواج کن یادم بیاد. الان تقاضا کن. بیا زن من شو بریم با ملیو زندگی کنیم. نازی خانم رفته با فروغ خانم صحبت کرده که فروغ خانم راضی بشه بیاد تو این مراسم خواستگاری شرکت کنه. فروغ خانم که اومد همون کارهایی که با هم تمرین کردیم مثل جنتلمن ها بلند میشی صندلی رو میکشی عقب که فروغ خانم بشینه. بعد با یک نگاه نافذ عمیق و دلربا و چشمای خمار احساساتت رو انتقال میدی به فروغ خانم اینطوری. بعدش شروع میکنی از آشنایی اولیت و اون علاقه که تو نگاه اول پیش اومد برای فروغ خانم میگی. بعدش میگی که چقدر علاقه داری بهش، تقاضای ازدواج میکنی و عمرن اگه فهمیده باشی ها؟ پارک؟ نه پارک ده. حالا این نگاه نافذ رو اجرا کن. چه شد کامران؟ ها؟ پرسیدیم چه شد کامران؟ ها؟ آرام بخش زیاد خوردم. های فروغ بیا گل مرا از این گلها رو برای تو چیده. بیا برای تو این گلها رو گل مرا چیده. اول آشناییمون. خب قول مراد یادم میاد وقتی که خب ها؟ چی کارم داری؟ همینا رو گفت. کی به کی همینا رو گفت قول مراد؟ یادم نمیاد کی ها؟ یاد ها این حرکات یعنی چی الان؟ گل مراد آخه خیلی دل رو باش. چی میخوای به هم بگی گل مراد؟ با من ازدواج میکنی فروغ؟ چی؟ با من ازدواج میکنی؟ با گل مراد ازدواج خواهی کرد؟ میدونی چیه گل مراد؟ خب الان منو غافلگیر کردی. چقدر کچلوارت قشنگه. میگم قول مراد برای چی میخوای با من ازدواج بکنی؟ فروغ ترشیده
ملوس پیر شده. تو بدبختی خواستگار رفت، منم یعنی گلمرد تو گلوت گیر کرده بدبخت. نه حق نه اصلا. تو به اینجوری تو زندگی اشتراک من میرم پیش فروخ. ما هم میرویم سراغ قلمراد. منم پدر قضام رو گاز، اگه اجازه بدین. دیدین قلمراد چقدر خوشتیپ شده بود با اون کچلواره؟ امیدوارم خواستگاری موفقیت آمیزی بشه. منم ناراحت به نظر میرسیم شما. خب پدر به من چه ربطی داره؟ پدر به من چه مربوطه که اون پسر نیومد بله برون؟ پدر به من چه ربطی داره فروغ افسرده شده هی ودو ودو میکنه؟ به من چه ربطی داره قلمراد خواستگاری کرده پدر؟ مگه من قلمراد رو آوردم؟ به من چه که قلمراد عین مرغای جنگل سیاه را هان هان میکنه یا خشتکش تا لوزه سومش میره؟ من اصلا نازی رو طلاق نمیدم. قلمراد خان، قلمراد خان، پدر رفتن. میگن هر اتفاق بدی لزوماً به نتیجه بد منجر نمیشه. یعنی درسته که دل قلمراد شکست و فروخ هم افسرده تل از قبل شد، اما همین شکستن قاب عکس خان قلی خان روی سر قلمراد باعث خواهد شد تا زندگی اهالی این باغ وارد مرحله تازه ای بشه. یعنی نازی با دقت نظری که داشت و با پیدا کردن این مقوا که توی قاب جاسازی شده بود، سرفصل تازه‌ای برای اهالی خونه باز می‌کنه. نمی‌فهمه. میگم این مقوا خیلی مهمه. زندگی خانواده رو دگرگون می‌کنه. برش دار اونو. گرفتار شدیم. باشه میگم برش دار اونو. برش دار اونو، مهمه. اون عوض می‌کنه همش. خاک بر سرت کامران. همجوری بی خود. کامینا نگاه کن. ببین من با دقت نظری که داشتم اینو تو خورده شکستهای قاب پیدا کردم. این چیه؟ نمیدونم ولی شبیه نقشه گنجه. گفتی این کاغذ را پشت قاب عکس خان قلی خان پیدا کرده ای؟ آره داشتم این خورده شیشه های قاب عکس رو جمع میکردم اینو پیدا کردم. چیز مهمیه نه؟ نه فکر نمی کنم. خب اگر چیز مهمی بود که نمیذاشتنش پشت قاب. من فکر میکنم خان قلی خان اینو نقاشی کرده، خوشش نیومده، گذاشتش پشت قاب. ولی معلوم از خدا بیامرز اصلا استعداد نقاشی نداشته ها، نارنجی کرده. من فکر میکنم نقشه گنجه. آخه آدم برای چی باید نقشه گنجو پشت تابلو قایم کنه؟ ای خب من چه میدونم کامران، کسی دستش بهش نرسه. خب اگه قرار باشه به دست کسی نرسه، مگه آدم مرض داره اصلا نقشه گنجو بکشه؟ وا خب چرا از من میپرسی کامران؟ من چه میدونم؟ مگه ندیده تو این فیلم ها یکی که یه گنجو قایم میکنه قبل از اینکه بمیره نقششو میکشه، بعد میمیره؟ شاید رسمشون بوده. در خاندان مظفر زرگنده از این رسوم مزخرف به هیچ وجه وجود ندارد. کامران. بله پدر. ما نمیتوانیم این نوشته ها را بخونیم. شما اینها را بخونید ببینیم چه نوشتند. آه بله ببخشید، اینجا یک بیت شعر هستش، نوشته شانه به شانه، بر به بر، هر دو برادر، دریای قلهک شد نمایان در برابر. آه قلهک دریا داره؟ کامران ببخشید پدر. نازی خانم شما ماشالله ماشالله خیلی باهوشید. خب پس چرا اینجا نوشته دریای نازی خانم؟ احتمالاً منظورش چیز دیگه بوده، شعر دیگه، یه کلماتی وزنش نمیخوره، به جای اون یه کلمات دیگه یا به کار میبره. خب الان منظور خان
قلی خانتون از این دریای قلهک چی بود؟ نازی خانم من چه میدونم که اصلا شاید منظوری نداشته پدر ببخش. خیر. بله؟ از خردسالی تا کنون دیگر این نام را نشنیده بودیم. داشتیم فراموشش میکردیم. نام خان قلی خان را فراموش کرد. خیر. دریای قلهک را. آها یعنی این قبلا شنیده بودین. بله. دیدی کامران خان بابات هم میگه قلهک دریا داره. آخه نمیشه پدر، در هیچ دوره زمین شناسی اطراف تهران دریایی وجود نداشته. منظور خان قلی خان آن دریا نبوده ابله. دریای قلهک نام یک الماس است. بزرگترین الماس جهان، مظهر اقتدار خان مظفر زرگنده. پدر یعنی این الماس واقعا وجود داشته؟ خردسال که بودیم مادر من هر شب این قصه را برای ما تعریف می کرد. تا قبل از این هیچ سند یا نوشته ای در این رابطه دیده نشده بود. فقط می گفتند خان قلی خان الماس آبی رنگی داشته به این نام. پدر، خان قلی خان این الماس رو از کجا گیر آورده آخه؟ از جواهر فروشی خریده لابد. کامران نازی خانم شما معدن هوش و استعدادید ها. خب اصلا پدر جو خودتون بگیم بهشون. اطمینان نداریم که این قصه را تمام و کمال به یاد داشته باشیم، اما تا آنجا که خاطر من است قرنها پیش در هندوستان مهارجه ثروتمندی زندگی میکرده است که معادن زغال سنگ بسیاری داشته و هزاران کارگر هر روز از معادن او زغال سنگ استخراج میکردند. در یکی از روزها که کارگران مانند همیشه مشغول استخراج زغال از معدن بودند و با کلنگ دیوارها را میکندند، یکی از کارگران بر حسب اتفاق به شیء نورانی و براق در داخل دیوار برمیخورد و توجهش به آن جلب می شود. نور آن شیء به قدری بوده که او ابتدا تصور می کند که به آن طرف معدن رسیده، ولی بعد که اطراف آن را می کند تازه متوجه می شود که چه گنجی را یافته است. می گفتند که نوری که از آن الماس ساطع می شده به قدری بوده که بدون عینک آفتابی به سختی می شد به آن نگاه کرد و هر کس آن را می دید چشمانش خیره می شد تا پس کله اش نمی زدی به خود نی آمدی. فروغ بابا. بله پدر جان. شما خوبید؟ بله چطور مگه؟ صدای شکستن چیزی را از اتاقتان شنیدیم. پام گیر کرد به سیم آباژور افتاد شکست. نیست که صدای شکستن چند چیز را از اتاقت شنیدیم، گفتیم شاید اتفاقی افتاده باشد. نه پدر جان، همه اونها به طور اتفاقی افتادن و شکستن. گفتیم که نیست، چشمان و دماغتان قرمز شده، شاید اتفاقی افتاده باشد. پدر جان شما که میدونید من حساسیت دارم. بله باید خودمان حدس میزدیم که زدیم. آخه طفلی فرو گریه نکن عزیزم. خب ببین برای هر کسی تو زندگی ممکنه پیش بیاد، حالا واسه تو یکم بیشتر. نازی تو مهربونترین رعیتی هستی که در تمام عمرم منو دل داری. من الاغو نگاه کن دارم به این دل داری میده. فقط بشین چه گریه کن تو جونت دراد. زشته. این اصلا مراعات قلب شکسته منو نمی کنه. پدر داشتن قصه تعریف میکردن. پدر جون بقیهشو بگین. کجای قصه بودی مروس؟ تا اونجایی گفتین که اسکندر رفت هند الماسو پیدا نکرد افتاد مرد، بعد دیگه نگفتین الماس چی شد؟ آن الماس به ایران آورده شده بود. خانوالا چه کسی برش داشته بود؟ جد 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 ما گرشاس به لواشنگ زرگنده. لواشنگ زرگنده؟ نام ما لواشنگ زرگنده بود. خان قلی خان در یک سفر نام این خاندان را به خاندان مظفر زرگنده تغییر داد. فروغ فکا اسمت الان بود فروغ زمان لواشنگ زرگنده. خب تو هم خواستم باهاش شوخی کنم حالش خوب شه. بلی داستان از این قرار بود که گرشاسب خان لواشنگ زرگنده که در آن دوران تاجری بزرگ بوده با مهارج داد و ستدی می کند به طوری که لواشنگ معروف قلهک را که همان لواشک امروزی است
به هندوستان صادر کرده و از آنجا تمر هندی به ایران وارد می کند. در خلال این ملاقات ها او کم کم به مهاراجا نزدیکتر شده و پیوندی عمیق بین آنان به وجود می آید، به طوری که مهاراجا با اطمینان کامل الماس را به او نشان داده و راز تلسم را نیز برایش بازگو می کند. گرشاسب که محو جمال الماس شده بود پی می برد که پیوند بین دو مهاراجا چندان نیز عمیق نیست و داشتن الماس را به پیوند عمیق‌تر ترجیح می دهد. او الماس را به قلهک می آورد و تا پایان عمر لحظه ای آن را از خود جدا نمی کند و از آن پس نام آن الماس بزرگ بنفش می شود دریای قلهک. یعنی دریای قلهک واقعا وجود داشته؟ البته فرو خانم در نظر داشته باشین داستانی که پدر دارن تعریف میکنن مادرشون براشون تعریف کرده. هر قصه ای ریشه در واقعیت داره کامران. تو دوباره روزنامه من رو بدون اجازه ورداشت خوندی؟ نازی جان آدم تو خونه خودش احتیاجی نداره که از کسی اجازه بگیره، اونم از یه رعیت. آره این دفعه که روزنامه رو خوندم بعدش میسوزونمشون. کامران بهش بگو با من اینجوری حرف نزنه، من روحیم شکننده است. نازی خانم ول کن دیگه. ولی ممکنه که این الماس واقعا وجود داشته باشه. فروخ خانم ببینید، شما در هر کتاب تاریخی که علت کشورگشایی اسکندر نوشته شده مطالعه بفرمایید، اسمی از دریای قلهک برده نشده. این اصلا منطقی نیست. یعنی اینکه این فقط میتونه یه داستان باشه. این درست مثل این میمونه که انگار بگید چنگیز برای دریای قلهک حمله کرده به ایران. بلی جونم، واقعیت تاریخی این است کامران که چنگیز خان به خاطر دریای قلهک به ایران حمله کرد. پدر شما که تاریخ رو مطالعه کردین چرا؟ تاریخ پر است از دروغ‌های تاریخی کامران، مثل همین ماجرای 300 و نبرد ترموپیل. آه بله بله، همینی که ساختن، فیلمش رو دیدم. ما هم دیدیم، سیدیش را از بقایی سر کوچه خریدیم. کامران میدانید ماجرای واقعی 300 چه بوده؟ بله من کاملا میدونم ماجرای واقعی چی بوده. این فیلمی که ساختن کاملا دروغ بوده و کلی توش اغراق شده. بله این فیلم یک دروغ بزرگ است کامران. حقیقت ماجرا این است که لئونیداس پادشاه اسپارت به همراه 299 تن از سربازانش برای به دست آوردن دریای قلهک به ایران حمله کردند و این نبرد نه در ترموپیل بلکه در اطراف همین پیچ شمیران خودمان صورت گرفته. خانوالا بقایایشان را هم در حفاری مترو میرداماد دیدن. بفرمو کامران خان، حالا هی ایراد بگیر بی خودی. پدر جان من خیلی هیجان دارم، لطف کنیم بقیهش رو تعریف کنیم ول کنیم. خلاصه این که الماس دریای قلهک دست به دست چرخید تا به ارث رسید به خانقلی خان. خانقلی خانقلی پسرم کجایی؟ پدر جسارتن شما اینجایی؟ با کجایم کدام گوری بودی؟ جل خوردیم از بس که در زدیم. پدر گلاب به روتون دست به آب بودم. گلاب به روی جد آبادت. چرا میزنیم پدر؟ خواستیم که بر بارین با بیایی تا هر سرگ آخرمون را بزدیم. پدر امیدوارم که 400 سال گانه ببند و گوش بگیر بچه جان. میخواهیم هر زیر را با شما بگوییم در میان این همه گوشانه که پس انداختیم شما را از برای جانشینی لایق تر یافتیم. لطفتون همیشه خفه شما. به نظرم شما باید از این بعد نام مزفر را زنده نگه تارید. بله متوجهم. دستت را بکن. پدر! 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 من یادم رفت این چیز را به شما بگویم. میخواهیم با شما رازی را در میان بگذاریم. بگوشم. دستت را بکن زیر بستر ما در آن راز را خودت مشاهده بکن. احمق جان شطور مشاهده نمودی؟ نمودی؟
آن یکی را وردار. اونجا نه، این بار آری آنجاست، وردار. دریای قلحک؟ نه، پس دست بیل قلحک، دریای قلحک است. من فکر میکردم افسانه بیش نیست. خیر، افسانه نیست. از این به بعد تو باید حواست باشد که آن را به خوبی نگهداری کنی و دست هیچ مزرد فرزرگنده ای به اون نرسد. پدر! یک چیز دیگر را یادم رفت به شما بگویم. یادتان باشد که دعیت جماعت عاشق فلک است و باید آنها را ره به ره و یا راه به راه آنها را فلک بکنی. بله، همین دیگر میمیرم. پدر! 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 ها با من فکرم با من بده. بیچاره خان قلی ها خیلی ناراحت شد که باباش مرد، نه؟ البته از دست دادن پدر غم بزرگی نازی جان، اما خب چنین الماسی نصیبش شده و خب کلن حس دوگانه ایه. با خب چه حرفیه فرو خانم؟ یعنی چی داشتن الماس مهمتره اینکه مثلا آدم باباش بمیره؟ داشتن الماس؟ داشتن الماس؟ داشتن الماس؟ اوه شما عجب آدمای ناجوری هستین بابا. خب بعدش چی شد؟ خان قلی خان سالها این الماس را از چشم دیگران دور نگاه داشت و نگذاشت حتی نزدیکترین کسانش از آن باخبر باشند. بعد از مدتی تبدیل شد به بزرگترین خانه تهران و به غیر از شمیران قدرتش را و قلمروش را از سمت شمال تا کوههای البرز، از سمت جنوب تا دروازه غار، از سمت غرب تا سعادت آباد و از سمت شرق تا مینی سیتی گسترش داد. خوانین منطقه که املاکشان را در خطر می دیدند تصمیم گرفتند زیرا به خان قلی خان را بزنند و با رشوه دادن به دولت وقت کاری کردند که خان قلی خان تبعید شود. بیشعور وقتی ارباب می ایستد نوکر نمی نشیند. چشم خانوالا. مأمورین امنیه دولتی در یک بعد از ظهر شنبه یا شاید هم سه شنبه به املاک خان قلی خان هجوم آوردند از برای دستگیری وی و شروع به جستجو نمودند. خان قلی خان هم که انقریب خود را در چنگال آنان می یافت به مخفیگاه الماس شتافت تا پیش از آن که اسیر شده و الماس به چنگ حکومت بیفتد چاره ای بیندیشد از برای نگهداری الماس. و این چنین شد که الماس را فرو داد و بلعید.